با نام و یاد خدا به بخش دوم برنامه آخر خط خوش آمدید. در ابتدای برنامه گزارش آغازین برنامه را با همدیگر می‌بینیم. شام روز جمعه یک عمله کننده انتحاری و دو مهاجم بر یک رستوران در منطقه وزیر اکبر خان شهر کابل عمله کردند. از اثر این رویداد 21 تن کشته شدند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. در میان کشته شدگان رئیس صندوق بین المللی پول در افغانستان و 3 کارمند بلند پایه سازمان ملل متحد در افغانستان شاملند. این رویداد در محل دیپلماتیک به وقوع پیوسته است که در نزدیکی آن سفارت‌های نروژ، کانادا و تاجیکستان موقعیت دارد، جایی که از امنیت ویژه‌ای برخوردار است. فرمانده پلیس کابل میگوید که نخست یک مهاجم انتحاری خودش را در دروازه ورودی منفجر کرده و در پی آن دو مهاجم مسلح به تیراندازی شروع کردند. به گفته فرمانده پلیس کابل، مهاجمان بعد از 2 ساعت نبرد توسط نیروهای امنیتی از پا در آمدند. با اظهار تأسف که امشب حدوداً ساعت 7 و چند دقیقه شب 3 نفر مهاجم انتحاری بالای یکی از هتلایی که به نام لبنی یاد میشه در سرک 13 وزیر اکبر خان، در سرک 10 وزیر اکبر خان موقعیت داره، ابتدا یک انتحاری دم دروازهش خود منفجر میکنه، بعد 2 نفر داخل میرن. متاسفانه تعداد تلفات حدوداً تا فعلا 13 تا 14 نفر است. شاهدان محل رویداد از چگونگی وقوع این رویداد چنین حکایت میکنند. ما دخن رفتم در نانوایی و دکان یکم ذره سودا خریدم، وقتی رفتم نان گرفتم دروازه خانه رو که باز کردم داخل خانه شدم، یک 2 صدای مرمی آمدن قبل از انفجار. باز امتحان شدم گوش خود گرفتم، گفتم حتما کدام گپ شده. باز شنیدم که یک صدای بسیار بلند بسیار بلند، یعنی من فکر کردم شاید دمی پیش خانه ما باشه، دمی کوچه پیش روی ما. باز بعد از صدای بلند دیگه صدای کلاشنکوف اومد. من گیده و صدای گرانباز شد، شیشا میدان شد، اما در پشت سر مون یک کوچه طرف مو دیگه دم سرک 13 انفجار شد می میمون خانه دیگه. ما سرنان بودیم، خیستیم من دیگه برامدیم بیرون. صدای فایل شد؟ بله صدای فایل هم شد دیگه، گلولام شد دیگه، صدای زیاد سر صدا بود دیگه. با این حال وزارت امور داخله از تعلیق در آمدن وظیفه عامر اوزه دهم و یک تن از افسران آن اوزه خبر میدهد. خاطر امیک مقاطعیت ما ثابت باشه، ما سر از این می لحظه عامر صاحب حوزه 4 که وزیر اکبر خان مربوطیش میشه، حوزه 10 که وزیر اکبر خان مربوطیش میشه، جمع قماندان توله مساحه و جمع کارمند شهید جنایی، اینا به تعلیق آمدن از این می لحظه و از اینا تحقیق شده که چرا ایتو واقع شد واقعی دیشب. سخنگوی طالبان گفته است که این عمله کار آنان بوده است و در پاسخ به تلفات غیر نظامیان در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان انجام شده است. وزارت خارجه آمریکا و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان این رویداد را نکوهش کردند. با این همه اما چند عامل انتحاری و مهاجمان مسلح چگونه توانسته اند که تا این نقطه پایتخت خود را برسانند؟ باور من این است که شبکه القاعده به همکاری سازمان استخبارات پاکستان یا آیس آی اطلاعات از اهداف معین در کابل جمع‌آوری میکنند و کسایی را در داخل ساختارهای سیاسی افغانستان دارند که زمینه را برای فعالیت‌های انتحاری و عملیات‌های انفجاری مساعد می‌سازند. بنان نیروهای امنیتی افغان توان کشف یا کنترل این افراد و مقامات ندارند که بتوانند جلوگیری بکنند، یعنی چنین افراد توسط مقامات خاص انتقال میشن. وضعیت برای ما نشان میده که اینا را بلد داشتن، اینا در اینجا آمدن، اینا نقاط تثبیت کردن به خاطر عملیات بعدی، اینا در کجا شب و روز گذشتاندن و باز در نقاط مرکزی که اونجا هم دیپلمات ها زندگی میکنه و هم چیزی است که کور شده امنیتی هستن، کور جدی شده این منطقه. آیا با چی واسطه اینا اینجا آمدن و چرا و با چی شکل سلاح انتقال دادن که اینا در مدت 2.5 ساعت مقاومت جنگی دارن؟ بنان معلوم میشه که
کار پلان شده و کار از قبل تنظیم شده و سازمان یافته یک عمل هستند. این حمله در حال صورت میگیرد که روز سه‌شنبه هفته گذشته یک حمله کننده انتحاری دیگر خود را در نزدیکی یک موتر عامل آموزگاران پلیس در شارای کابل جلال آباد منفجر کرد که دو شهید و 20 زخمی بر جا گذاشت. باز هم خوش آمدید، بیننده برنامه آخر خط هستید. در بحث امشب مهمانان من آقایان حاجی محمد داود کلکانی عضو مجلس نمایندگان و جنرال ظلمی وردک آگاه امور نظامی هستند. خوش آمدین به بحث امشب برنامه آخر خط. جناب آقای وردک، روایت های زیادی میشه از موضوعی که دیشب شکل گرفته، اما اگر خواسته باشیم مشخص بکنیم جریانی که دیشب اتفاق افتاد یک حمله تروریستی بود یا یک عملیات تلافی جویانه، که خود طالبان هم میگن که یک عملیات تلافی جویانه بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست به شما به جناب برادرم عزیز گرامی آقای کلاکانی صاحب و تلویزیون و منکاران تلویزیون شما و از طریق تلویزیون شما و به تمام ملت درگیده و رنجیده افغانستان سلام و تمنیات نیک خدا تقدیم میکنم. افهم میخواییم ببینین کارهایی که انجام میشن و قبلا پلان گذاری میشن، در ظرف 24 ساعت پلان گذاری بسیار مشکل است که به قسم پلان گذاری ها انجام شوند و به اهداف خود یا رسیده متانند. چرا در خبرها که ما شنیدیم که در بالمقابل جواب عملیات سیاگردی ها انجام شدن، این ما یا به اصطلاح عالم تلقی میشن، اما اینها هر عملیات را که انجام میتن پلان گذاری از این در یک روز 24 ساعت 48 ساعت و 72 ساعت بسیار مشکل است، به خاطر از اینکه کروکی منخی منطقه سنجیده میشه، بر سه قسم خود به هدف رساندن سنجیده میشه و بالاخره طرز اجرای عملیات در نظر گرفته میشه. متاسفانه ما میبینیم که در افغانستان حاکمیت قانون به اندازه ضعیف هستن که نمیتانن تا جلوگیری از چنین وقعات یا چنین حادثاتی که به وجود می و جلوگیری کرده بتانن. به خاطر چی؟ اصل وظیفه کشف هستن که باید مسائل را که چنین به وقوع میپیونده باید یا کشف کنن. متاسفانه که تجهیزات و وسایلی که برای کشف چنین مسائل ضرورت است، قوت های امنیتی افغانستان از او بسیار ضعیف هستند. اگرچه مردم افراد نظامی ما میبینیم که شب و روز بیکار تلاش خود میکنن، قربانی ها را میتن، اما مطابق به اصولی که یک بخش امنیتی پرورش پیدا میکنه او تطبیق نشده در افغانستان. ما میبینیم که از نگاه تعلیم تربیه هم قوت های امنیتی ما ضعیف هستند. از نگاه تخصص متخصصین هم بسیار کم هستند قوت های امنیتی که تا بتانند مسائل به صورت درست تخمین و به اصطلاح جلوگیری کرده بتانند. و همچنان بیشتر عرض کردم که وسایل و تجهیزاتی که ضرورت هستند در افغانستان موجودیت نداره. جناب آقای ورده، اگر خواسته باشیم مشخصا این را بررسی بکنیم، خب شما موافق به این هستین که یک حمله تروریستی از پیش سازماندهی شده هست؟ بالکل. بعضی شخصیت ها هم در بین قربانی کشته شده ها دیده میشن و رئیس صندوق بین المللی پول در افغانستان هست و کارمندان سازمان ملل متحد همچنین. میتونیم بگوییم که مشخصا حمله برای این اشخاص صورت گرفته و یک هدف خاصی را دنبال میکردن؟ اگر این پلان گذاری نباشن، این یک رستوران خارجی هستن که در این محل تقریبا این رستوران چندین سال میشه که در این منطقه حضور دارن و دوستای داخلی و خارجی که توان به اختلاف نان خوردن در اونجا دارن میرن در اونجا صرف تمام میکنن. ببینین که کسانی که در این حادثه در تقریبا که در حدود 24 نفر است به طور کل ما از رسانه ها شنیدیم که بین رفتن که 7 نفر اونها داخلی هستن
و 17 نفر اونها خارجی هستن. 13 نفر یا میگن از رسانه های مختلفی که ما شنیدیم 24 نفر گفتن و گفتن 17 نفر خارجی هستن و 7 نفر داخلی هستن و در جمله این 17 نفر 3 نفر است که یکی از رئیس صندوق های بین المللی پول هستن و 2 نفر از اراکین بلند رتبه خود ملل متحد هستن که در جریان دارن. این مسائل به اصطلاح سازمان شدگی هستند، این تعقیب شدگی هستند که کدام از خاص چی وقت و کدام روز یا با کدام وقت یا میرن به اصطلاح یا دعوت میشن. مگپ برادر جنرال صاحب خودت تایید میکنم که بلکل در مابین داخل افغانستان دست های استخبارات منطقه و دست های کسانی که در اینجا کشمکش به وجود آوردن بسیار قوی وجود دارن. یعنی که طالبان هم صادق نیستن در اظهارات خودشان، منظور شما ای است؟ چون که طالبان گفتن که یک عملیه تلافی جویانه هست. آیا منظور شما ای است که جنگ پنهان دیگری صورت داره و طالبان هم در این جریان دروغ میگن؟ بلکل جنگ استخباراتی هستن. طالبان به خاطر برداشت منافع خود و بلکل یه گپ تصدیق کردن که عملا شاید عملیات از طرف اونها سازماندهی شده باشند، اما عملیات مکمیر برتان صد میگم که عملیات نبودن که به خاطر انتقام حالاتی که در منطقه سیاگرد ولایت پروان به وجود آمده باشه به خاطر از او بوده باشند. عملیات ها پلان گذاری میشن تا که ضربه های وارد شان نشان بتن که دولت افغانستان تا چی حد ضعیف هستن و تا چی حد جلوگیری کردن نمیتونه. این پلان های آنی به یک قسم صورت نمیگیره. شما ببینین که از کمربند های خود داخل شهر که امنیتی وجود دارن یا چه قسم عبور میکنن. قرار جنرال سه برتان گفتن باز خودم میرسانن به داخل محل که اون محل هم سفارت های خارجی در اونجا با یک سکوریتی یا با امنیت بسیار قوی در اونجا موجود هستن. خودم میرسانن به دهن دروازه رستوران در اونجا فیرا صورت میگرن، گارده از بین میرن، بالاخره نفر که در گارده که میخواه دروازه رو محکم کنن انتحاری خود انتحار میتن و دو نفر دیگر در پای اونها داخل رستوران میشن و اشخاص دیگر توسط ضربه های گلوله از پا در میارن. ای همش پلان شدگی هستن، ای به قسم آنی موجود نیستن که و به عین شکل آنی باز در ظرف 24 ساعت ای پلان سنجیده باشن که ما میریم به این منطقه و خود به داخل از این منطقه میسازیم و ما ایت یک عملیات. یعنی به نظر شما مهاجمین از حضور ای اشخاص در داخل مهمانخانه احتمال داره آگاه بوده باشن؟ بلکل اطلاع داشتن. سپاس از شما. جناب آقای کلکانی، تحلیل شما از انتحاری دیشب چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به بینندگان محترم تلویزیون و حاضرین محترم در میز. اولا خود ما به نوبه خود عمل جبونانه و بزدلانه دیشب تقبیح میکنم و یک عمل بسیار زشت و شنی بود است و همچنان در مسیر راه بودم که با استاد پروفیسور عبدالرب رسول سیاف تماس تلفنی داشتم و هم این یک شعر برام گفت و همچنان گفت که این عمل جبونانه دشمنای افغانستان به شدت از طرف ما هم نیابتن تقبیح بکو و شعرشی بود که ترحم به پلنگ تیز دندان ستمگاری بود بر گوسفندان. ما این عمل یک عملی که قسمی که جناب وردک صاحب اشاره کرد یک عمل سازماندهی شده و سازمان یافته شده که از قبل طراحی شده است و آماده شده است به خاطر از اینکه ما شما شاهد هستیم که طالبا و حامیان طالبا و کسایی که طالبا را تمویل و تجهیز و تسلیح میکنن و با افغانستان میفرستند، اونا چند وقت قبل برای دولت افغانستان، برای ملت افغانستان یک التیماتوم صادر کردند که ما بعد از سال 2014 به پیروزی میرسیم و تهدیدات ما اضافه‌تر میشه
و ما میتونیم حکومت افغانستان سقوط بتیم. و در پالویش شما میبینین که مسائل امنیتی که در شهر کابل است روز بروز یک اندازه پرتشنج‌تر میشه و این هدفشان بخاطر از ایست که اونا بتانن موجودیت خود در شرایط کنونی تثبیت بکنن و همچنان خود بامو اولتیماتوم هایی که صادر کردن بامو اختار هایی که داده بودن خود عیار بسازن. جناب کلکانی، خب چرا رئیس صندوق بین المللی پول اصلا اونا پیش از اونا این مطرح نیست که آیا نظامیان بکشن و یا مردم ملکی و بیدفاع رو بکشن و یا کارمندای ملل متحد و یا صندوق بین المللی پول بکشن. اونا اصلا از این مفهومی که میگن حراس افغان اینه به این معنا که اونا میخواین وحشت به وجود بیارن و میخواین که یک نوع در بین مردم روب و ترس و وحشت ایجاد بکنن. یعنی آیا این با سلسله امو استراتژی ترس و وحشت است؟ بله بله، یکی از انگیزه هایشان است. در یک هدف چند، در یک عمل چند هدف اینا تعقیب میکنن. یکی که میخواین موجودیت خود به ثبوت برسانن، دوم میخواین ترس و وحشت و روب بر مردم نشان بدن و در قدم سیوم میخواین که با اون نقاط ضربه حاصل ضربه وارد بکنن که نقاطی است که برای مردم افغانستان و برای منافع افغانستان ضربه وارد میشه. البته در نه تنها در افغانستان، در همه جای دنیا آن چیزی که ذهنیت مردم هست بیشتر رهبری ذهنیت میتونه تعیین کننده جو حاکم در جامعه باشه. با توجه به اینکه در سال 2014 قرار داریم، هنوز پیمان امنیتی امضا نشده و مهمتر از او 3 ماه آینده ما انتخابات ریاست جمهوری داریم، آیا امکان داره که طالبان چنانچه قبلا هم تهدید کرده باشن، حالا که نمیتونن حضوری با خاطر فصل زمستان در سنگر حاضر باشن و در جبهات بجنگن، میخواین که لااقل از نظر رسانه‌ای و از طریق میدیا باز هم ذهنیت مردم را تغییر بدن و برد جنگ را به نفع خودشان در رسانه‌ها داشته باشن؟ بله، دیگه خوشک نیست که ما قبلا هم تذکر دادیم که متاسفانه طالبا و حامیانشان در افغانستان میخواهند که در سر میزهای مذاکره که اگر به وجود بیایه اونا یک سلسله دستاوردها داشته باشند. اونا مطابق با مو استراتژی که استخبارات منطقه و استخبارات کشورهای همسایه ما برشان دستور میتن، اینه شاید شما هم بدانین و جناب جنرال سیبان پیشتر تذکر داد که یک طالبی که با کتاب دینی خود آیا او رستوران لبنی یک کشور خارجی و یا مهمانخانه و یا رستورانش در کوچه 14 وزیر اکبر خان توسط دو کتاب خود تشخیص داده میتونه؟ در این خوشکی نیست که هرگز نیست. توسط اقمار مصنوی، توسط استخبارات بسیار فعال کشورهای همسایه ما و توسط تکنیکرهای بسیار کارفهم در این مسئله اونا دست به دست هم میتن که تا یک موضوع را یا یک عمل اینا پلان میکنند در داخل افغانستان. بنان به نظر ما این یک عمل پلان شده و سازماندهی شده بود به خاطر اهداف خاص. شما در این روزا میبینین که جناب کلکانی دوستان ما صدا میکنن، بعد وقفه بگیریم صحبت شما رو پیگیری میکنیم. بینندگان عزیز یک وقفه کوتاه داریم، باید بعد از وقفه با ما باشید. و باز هم سلام میکنیم به شما، بیننده برنامه آخر خط هستید. جناب کلکانی، ما عذر میخواییم که صحبت شما را خط کردم، میتونیم به صحبتتون دادم. منظور از حرفای من در صحبتهای قبلی بود که این طالبا و حامیانشان این در عملیاتهای خود اهداف مختلفه
در یک عمل خود اونا تعیین میکنن. اینا در این اواخر شما میبینین که رها شدن زندانیان بکرام که از طرف دولت افغانستان برشان اجازه از زندان خارج شدن داد و اینجا کشورهای خارجی و بالخصوص امریکایی ها زیاد در این مورد مخالفت کردن و مردم افغانستان و پارلمان افغانستان مخالفت کردن که در جمع در واقعیت یک پاسخی است برای کشورهای خارجی، برای کشورهای عضو ناتو و در اصل ایالات متحده امریکا و هم در مقابل با دولت افغانستان که در اواخر دولت افغانستان اعلان کرد که ما سطح عملیات های ما تانسته است که یک مقدار ساحات از طالبا بگیرن، زمینه برای سایت های انتخاباتی فراهم شده است و همچنان حضور طالبا در نقاط مختلف افغانستان ضعیف شده است و از بین رفته است و همچنان ما تانستیم که یک مقدار زیاد ساحات از تسلط از اینا خارج بکنیم. اینا در طور موقع باز میخوان به خاطر از اینکه بتانن حضور خود نشان بتن و همچنان کسایی که اینا را حامی هستن و بتانن وضعیت افغانستان پیش از انتخابات مخشوش بسازن و وضعیت به تشنج ببرن تا انتخابات خوب و شفاف و سالم در افغانستان دایر نشد. جناب کلکانی، یک موضوع دیگر من میخوایم بهش بپردازم. همیشه وقتی چنین حملات انتحاری صورت میگیره تلفات متوجه مردم میشه، متوجه غیر نظامی ها میشه، اما دو موضوع مطرح میشه اینجا. یکی این هست که آیا شورشیان واقعا در نقطه ضعف قرار دارن یا در نقطه قدرت؟ عین سوال در رابطه با نیروهای امنیتی افغانستان هست. با چنین وضعیتی نیروهای امنیتی افغانستان در کدام موضع قرار دارند؟ موضع ضعف است یا امنیت؟ به خاطر اینکه این جریان حداقل اگر در هفته چند بار اتفاق نیفته، لااقل هفته یک بار فعلا داره اتفاق میفته. هفته گذشته هم ما چنین چیزی را داشتیم و در کنار او در ولایت های افغانستان هر روز ما شاهدش هستیم. با تایید حرفای دوست ما و شما، ما یک چیز دیگر میگه که ما از بیگانگان یک شاعر میگه هرگز ننالیم که با ما هر چی کرد آن آشنا کرد. حالا شما در این قضیه که رخ میده، این یک قضیه یا یک هدف تنها از یک تحریک یا یک جریان ضد دولتی نیست. شما شاهد هستین مشاور امنیت ملی افغانستان در پارلمان افغانستان گفتن که ما تشخیص دادیم جواسیسی که در افغانستان برای آیسای و طالبا اونا ارتباط دارن و جاسوسی میکنن، ولی برای ما کسی اجازه نداد که رو دستگیر بکن. یعنی در واقعیت با حلقات استخباراتی منطقه و بالخصوص همسایه ما بعض افراد و اشخاص حلقات مستقیم ارتباطی دارن. اونا شما این فکر بکنین که آیا این رستوران تا کی خوب تشخیص داده میتونه؟ آیا در این کمربنده هایی که در کابل و این تلاشی هایی که وجود داره امی سه نفر افراد با واسکت های انتحاری و کلشینکوف ها تا سرک چارده وزیر اکبر خان کی انتقال میته و این عملیات به شکل سازماندهی میشه؟ اگر ما این موشگفانه تحلیل و ارزیابی کنیم، در این شکل نیست که حلقات خارجی با حلقات داخلی و اکتیاد همکارانشان دست به دست هم میتن و سر این مسئله کار میکنن و پلان میکنن و عمل میکنن. ما به ادامه همین صحبت های شما میخوایم بپرسم که شما آیا به این رستوران تا حالا رفته بودین و از وجود چنین رستورانی آگاه بودین؟ من آگاه بودم اما نرفته بودم. خب حالا منظور خبر... شما این هست که کسی که داخل رستوران شده باشه میتونه از اطلاعات بله. آگاهی داشته باشه؟ یعنی من به این نقطه نظر ما که بیان کردم این نقطه رو میرسانه که در یک
کوچه از شهر کابل و در یک نقطه امنیتی که تماما ساحات دیپلماتیک است و به شدت امنیتش تامین شده است و نیروهای خارجی هم سفارتخانه اونجا جای دارن. در تو یک نقطه تشخیص دادن این رستوران و انتقال دادن افراد از نقاط خارجی که از خارج افغانستان و از خارج مرزهای کابل داخل از این ساحه میشه، این در این خوشکی نیست که این بدون تبانی و همکاری حلقات داخلی و مردمای مورد اعتمادی که ممکن در دستگاه دولتی باشد، در دستگاه غیر دولتی باشد، در دستگاه دیپلماتیک میتونه باشه، میشه که در دستگاه دیپلماتیک باشه. تا اینجا یعنی این کار آسان و ساده نیست. اینه این کار طبعا کسایی کرده است که اونا توانمندی از زیر داشتن که این اشخاص تا این نقطه برسانن و ساحر برشان نشان بتن و ممکن این مردمی که اینجا آمدین و عملیات کردین چند بار آمده باشن در این رستوران داخل شده باشن، دیده باشن، نان عطا صرف کرده باشن، بعد باز به عمل آمده باشن. تشکر جناب کلکانی. جنرال صاحب نظر شما چی هست؟ چنین حملاتی وقتی که روی میده آیا ضعف نیروهای دولتی است، قدرت نیروهای طالبان است، یا ای که برعکس است، به خاطر ضعف نیروهای طالبان هست و قوت نیروهای دولتی است که چنین دست به کشتار و خونریزی میزنن، و یا ای که شما هم نظر هستین با جناب آقای کلکانی که حلقاتی در داخل وجود دارن و به خاطر رخنه اونها هست که چنین مشکلاتی با وجود میآید؟ ببینیم اصلا جنگ های پارتیزانی یا چریکی، حملات چریکی از قوت صورت نمیگیره. وقتی که اگه انسان قوی باشه خود قوی میپنداره رو برو میرن دست پنجه نرم میکنن. حملات چریکی یا حملات پارتیزانی به اصطلاح حذوف میشن، چرا از پوی سروار میکنن یا به اصطلاح ناگهانی بالای کسی حمله میکنن تا که بتانن و هدف به دست آورده بتانن. بنان پیشتر شما گفتین که طالبات به خاطر زیگی گرمی نیستن در جبهات جنگ کنند. هیچ وقت در طول 12 سال شما جنگ های جبهایی در افغانستان ندیده ماشین، همه جنگ های پارتیزانی و جنگ های چریکی هستن که اینجا انجام میشن. بیشتر ما البته از واژه سنگرم استفاده کردم، منظور ما جبهات امو استراتژی فکری که به خاطرش نبرد میکنن. ببینیم جبهات از نگاه نظامی ما که یک قوت منظم در اونجا موجود باشه و با قوت منظم به صورت منظم با یک دیگر مقابل میشن و ما مقابله میکنیم و ما جبهات میگیم. اما این جبهه‌ای که شما میگن به اصطلاح چند تا مخالفین دولت در اونجا قرار داشته باشه و از نگاه ملکی ما کدام چیزی ندارم، اظهاره ندارم. آمدیم در خود قوت های داخل افغانستان، ما بر پیشتر هم عرض کردم که ما مردم افغانستان بیچاره زحمات خود میکشن، پلیس هم قربانی میتن، امنیت هم قربانی میتن و اردوی ملی هم قربانی میتن. اما مسائلی که ضرور است با ضرورت امروز پنداشته میشه که قوت های امنیتی ما باید به پای استاده می بود، او در قوت های امنیتی افغانستان موجود نیست. به طور مثال تجهیزات را که قطعه کشف بر خود ضرورت داره، وسایل را که قطعه استخباراتی بر خود ضرورت داره تا که بتانه اینو تا مسائل کشف کرده بتانه و بالمقابل هو را دفع کرده بتانه، او وسایل در دست افغانای بیچاره نیستن، ندارن. ما میبینیم که اردوی ما امروز به سلاح پیاده بیچاره مجهز است، ما ایر سلاح پیاده میگیم، نه اردوی قوی که هم راکت های دوربرد داشته باشه، هم تیارات جنگی و دفاعی و به اصطلاح تعرضی و مدافعی داشته باشه، یا ما تانک های زره در اینجا داشته باشیم، یا به اصطلاح استکام بسیار قوی در ضرورت باشه، وسایل تجهیزات مخابروی که بسیار اشد ضرورت است ما رو در دسترس خود داشته باشیم، ندارن بیچاره. به این خاطر با این مسائل روبرو میشه. مسائل اصلی اساسی هستن که ضعف قوت های امنیتی در نبودن حاکمیت قانون است. وقتی که یک ما شما میبینیم که یک آدم زوردار در یک موتر شیشه سیاه سوار هستن و مجهز و مسلح،
در بسیاری شرایط شما دیدین که بیچاره نفرای امنیتی را لطکوب میکنن، بعضیشان از ترس همون مقترار استاد کرده نمیتونن، میگن شاید که اگه آدم بلند رتبه و کسایی که در موقف بالا قرار دارن و قانون رعایت هم نمیکنن، استاد هم نمیشن، بعضیشان حتی تحقیر هم میکنن، میزنن نشانه. شما دیدین که یکی از خانمهای ولیسی جرگه در پیش سفارت پاکستان نفر امنیتی را سیلیکاری کردن، زدنشان بیچاره را، تحقیرش کردن. به این خاطر این تو مسائل به وجود میه. وقتی که در یک موتر بسیار لکس که در او نفرهای مسلح سوار باشن و از ترس بیچاره یه جرات کرده نمیتونن، از کمربند تیر میشن. یا مسئله اساسی هستن که در داخل قوت های امنیتی کسان موجود هستن که ارتباطات بسیار نزدیک با استخبارات های منطقه و با کسانی که پلانگذاری چنین حملات میکنن. حالا در مورد مشخصا در مورد قضیه که دیشب اتفاق افتاد، گرچه من میخوایم که اعلام بکنم که جناب وزیر داخله افغانستان هنوز نمیدونستن که وزیر اکبر خان جز ناحیه حوزه دهم پلیس میشن، نه حوزه چهارم امنیتی. ایشان در کنفرانس مطبوعاتی خودشان هم ناآگاه بودن. گپ من این است، صحبت من این است که وزیر داخله افغانستان گفت که عامر حوزه و همچنین کارمند جناییش را و یکی دیگه از منصوبین، بله، عامر طولی را هم، قمندان طولی را هم فعلا از کارشان خلع کردن با این قضیه. این احتمال میتونه قوی تر بشه در مورد این قضیه؟ ببینید جناب وزیر سوم امور داخله چون یک شخصیت بسیار محترم هستند، از روزی که به وزارت داخله آمدند، من خودم در وزارت داخله از زمانی که اتمر سپ ما را از وزارت داخله کشتن تا امروز من وظیفه هم ندارم و ما را تقررم حاصل نکردیم. اما حقیقت ها را آدم بگه، زمان که آمدن یک چیز مسائل را آنها پیش انداختن که برای بهبودی وزارت داخله قدم های بسیار مثبت برداشتن. این گناه از اون نیست که بیچاره بگه یکی ها نایی چاره و نایی ده، چرا که یک وزیر است، وزیر کارشان در امور بالاتر از مسائل امنیتی است و این مثلا مربوط به بخش امنیتی میشن. وقتی که مربوط به اونها هست میتونه جناب وزیر این کنفرانس مطبوعاتی را بسپاره به مسئولینی که آگاه هستن. بلکل من که دیگه پشما متعقن هستم که باید بوره بتن، مثل که دیشب من از طرف از تلویزیون تلو نیوز من نگاه میکردم، میدیدم در اول گفتن که یک فرد انتحاری بودن که پیشوری دروازه خود انتحار دادن، دیگه کدام مسائل وجود نیست. این فیرای هم که صورت میگیره از طرف بخشای امنیتی صورت میگیره، بخاطر از اینکه تا بتانه دشمن تشخیص کرده، بتانه که دشمن از کدام منطقه بالای از اونها انداخ کنن تا و برن در عقب دشمن. اما بس پسان ما دیدیم که مسائل در کجا برآمد، دو نفر داخل شده بودن و سه نفر، اصلا سه نفر بودن و تقریبا مردمی که کسایی که در داخل رستوران موجود بودند توسط فرد انتحاری از بین نرفتن، کلشان توسط مرمی از بین رفتن، توسط مرمی کشته شدن. یعنی دو همکار انتحاری، دو مهاجم دیگر توسط مرمی اونا رو کشته بودن. بلکل ببینین اینی مسائل هستن که کسانی که به اصطلاح تخصص درست نداشته باشن و وارد در مسائل نباشن و وسائل قوی در دست رسان نباشن، یعنی تو اشتباهات از پیششان سر میگیرن. مردم ببینین از نگاه نظامی در داخل محلات، در داخل شهر بالمقابل جواب دادن تا که از طرف مقابل کدام انداخ صورت نگیره و بالمقابل سر به خود فایر کردن، این غیر اصولی هستن. چرا اشخاصی در این محل رایشی شاید مریض باشن، تکلیف داشته باشن، بعض خانمهای باردار شاید موجود باشه، کسانی باشن که تکلیف قلبی داشته باشن، کسانی باشن که ریسفید باشن، از ترس از اون مرمی از بین میرن. بنان تخصص کوشش میکنه که در فضای حرام بتانه که نقاط دشمن تشخیص کرده بتانه و دشمن دستگیر کرده بتانه و بالای دشمن غلبه حاصل کرده بتانه. حالا احتمال داره عامر حوزه و همکارانش هم در این قضیه توانی داشته باشن؟ ببینین عامر حوزه همیشه در افغانستان مرکز برتان بگیم که همیشه ضربه بالای کسان وارد میشه که ضعیف و ناتوان هستن بیچاره. اصلا اگر این مسئله باشن باید بشینن اولا قضیه را باید بررسی کنن که مسئولیت در اجاوله کی دارن، از کدام سمتی
آمدن و به چه ترتیب انجام شده، بعد از او باید یا عمل قدم عمل بگذارن. در صورت آنی یک شخصی که مثلا اموی ما شما دیدیم که پلیس بیچارم از تلویزیون ما به چشم خود دیدم که آمدن در اون حالت وظیفه خود انجام میدادن، به وظیفه و سر وظایف خود حاضر آماده بودن. یعنی اینها بیشتر قربانی سیاست بازی ها هستن و به خاطر که مقامات توجیه داشته باشه عامر حوزه و همکارانش را خلع وظیفه کرد. طبقه بیچاره غریبه که مسکینه که در تحت پایین قرار دارن، ما به خاطر خدا میگم نه ترسم از کسی دارم نه بیمام از کسی دارم، همیشه قربانی بزرگا قرار گرفتن، همیشه ظلم شدن سرشون و ظلم روان است. شما میانه برین در پوسته های اطراف شهر برین میبینین بعض ساکری بیچاره هستن که بوتشان هم ببینین، دریشیشان هم ببینین، وضعیت زندگی از وارا ببینین، تجهیزات و وسایل که برازو در خونکی به شب خود بگذارانن او را شما ببینین. به این خاطر براتان میگم که وزیر صاحب داخله یعنی ملامت نیستن، کسانی که مسئول امنیتی هستن باید بشینن مسئله را بررسی کنن، باید کشف بشینن تا که گناهکار اصلی را پیدا کنن و او را باید معرفی کنن که اینی شخص مسئول اصلی عزیز که یا در وظایف خود سکتگی کرده یا با وظایف خود رسیدگی کرده نتانسته یا ارتباط داشته یا کدام مسائل دیگه داشته. ناگهان وار کردن بالای یک کسی به اصطلاح مورال همه را گیره این حال پایین میرن. تشکر جناب وردک. آقای کلکانی، بس انتخابات وقت ما کوتاه است و نمیتونیم به موضوع زیاد اشاره بکنیم، صرف سر خود همین قضیه باز هم اگر خواسته باشیم، واکنش های مقامات بین المللی و حتی سرمنشی سازمان ملل متحد را هم داشتیم ما. فرمانده آیساف در کابل و حتی کاخ سفید هم در این رابطه بیانیه صادر کردند. اما میشه گفت که جز دیرترین بیانیه ها بیانیه و موضع گیری رئیس جمهور افغانستان بود. به نظر شما چرا این چنین بود؟ ما یک دو سه کلمه با حرفای جناب وردک صاحب افزود میکنم که با تایید حرفایشان با سر از این قضیه هم سر این موضوع هم میایم. ما گفته میتونیم که اصلا در مسائل پلیس و آمدن توریست ها داخل شهر ممکن از طرف مقامات پلیس غفلت وظیفوی شده باشه، ولی جناب وزیر صاحب داخله وظیفه عامر حوزه را یا عامر حوزه را برطرف نساخته است. یعنی تعلیق به این معنا که نه مقرر است و نه برطرف است، در حالت در هوا است. بندم بیشتر از به صورت تعلیق است. یعنی به این معنا که تا وقتی که این تحقیق شود که اگر اینا خدا اینا خواسته جرمی کرده باشند، غفلتی کرده باشند، باز مطابق با قانون اساسی، قانون افغانستان و قانون نافذه ممکن مجازات صورت بگیره. ما اصلا زیاد مشکل که داریم در افغانستان سر تطبیق قانون و تطبیق قوانینی که فعلا نافذ است. ما در قوانین افغانستان داریم مجازات، داریم مکافات، ولی متاسفانه در قضایای افغانستان نه مجازات وجود داره و نه مکافات وجود داره، که خود عدم موجودیت مجازات و مکافات باعث از این میشه که مشکلات در مسائل امنیتی و سایر مسائل وجود بیاره. جناب کلکانی، وقت ما بسیار کم است، در 30 ثانیه اگر موضوع که ما مشکلات فعلا جناب رئیس جمهور افغانستان در این شک نیست که ممکن یعنی قضیه را تقبیح کرده است، ولی در این اواخر متاسفانه بین افغانستان و ایالات متحده امریکا سر مسائل معاهده امنیتی بین افغانستان و ایالات متحده امریکا تنش وجود داره، که رئیس جمهور خواهان از این است که باید قوت‌های خارجی بمباردمان‌های خودسر نکنند، تلاش‌های خودسر نکنند و همچنان اینه در مسائل صلح و آوردن صلح با افغان‌ها همکاری و کمک کنند، که رئیس جمهور با این شرط پیش شرط‌ها می‌خواهد که اونا با تعهد و تضمین ایره بعد این معاهده امنیتی رو امضا بکنن.
در این موقع وقتی که چنین عملیات صورت میگیره و او طرف هم در غوربند ما تلفات غیر نظامی ها رو داشتیم و در اینجا هم انتحار به وجود آمده است، رئیس جمهور بنابر تنش هایی که بین ایالات متحده آمریکا و افغانستان موجود است یک اندازه به تأخیر موضع گیری میکنه که این موضع گیریش به نظر ما مقبول نیست و بعد منعیس رئیس جمهور افغانستان در قضایایی که در ضد منافع افغانستان، ضد امنیت داخلی افغانستان، ضد امنیت افغانستان هر جریان سیاسی یا حلقات استخباراتی و افراد مسلح مخالف دولت تصمیم میگیرن، بعد رئیس جمهور افغانستان من رئیس اولین شخص کشور در چنین قضایی باید موقف گیری. تشکر از شما جناب آقای حاجی محمد داوود کلکانی عضو مجلس نمایندگان و جنرال ظلمه وردک آگاه امور نظامی که در بحث با من بودید. بینندگان عزیز از شما هم سپاسگزار هستم که تا این لحظه با برنامه آخر خط بودید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.